پدر هیچ کس اومده یه دانه ترک نیویز کرده ساعت 9 صبح به وقت تهرانسک بریم و پیاییمز. درود پدرامیتا هستم، خیلی خوشحالم که پدر هیچ کس یه دانه ترک ریلیز کرده، دمش گرم، کارش درسته، پرکار شده، واقعا تخمش بوسیدنی. ایول بچه، تو این ویدیو میخوام یه سری افشاگری ها بکنم، یه سری مسئله میخوام بهتون بگم. خودم قلبم به درد اومده از فهمیدنش و از گفتنش، قلب شما هم به درد خواهد آمد. وسط ریاکشن دونه دونه بهتون میگم. امشب هم یه دونه لایف داریم همین پنجشنبه. خیلی ناراحتم ولی خب الان خوشحالم بابت این ترک. بریم ببینیم چیکار کرده پدر هیچ کس. قبلش OBS رو فعال میکنیم. 1 2 OBS فعال شد. کاور کار یه دونه پره توی یک کادر آبی آسمانی تقریبا. پر نماد قدرت میتونه باشه، نماد اقتدار هست، نماد آزادی هست. حتی میگن اگر تو مسیرت پر پیدا کردی، فرشته ها دارن باهات ارتباط برقرار میکنن. توی اینترنت بخونی ببینیم چه. به عنوان مثال پر نماد قدرتی است که نشان دهنده افتخار و ارتباط بین مالک، خالق و پرنده ای است که پر از آن آمده است. این نماد اعتماد، افتخار، قدرت، خرد، قدرت و آزادی است. نشانه آزادی هم هست. خیلی خوب، خیلی خوب، بریم ببینیم داشته باشیم این چیه. 3 دقیقه و 29 ثانیه، عددش میشه 11 14 5. آزادیه، دمش گرم. یعنی مجموع عدد 3 و 2 و 9 با هم دیگه جمع بشه میرسیم به عدد 14. 4 و 1 رو با هم دیگه جمع کنیم میشه 5. 5 هم عدد آزادیه و تعادل آزادی. بریم. یعنی چی نمیشه؟ اینترو که اینترو یه جورایی ملتفتی طور بود، یه نمه بوی ملتفت میداد. ببینیم بیتو کی زده؟ بیتو کی زده؟ کلام هیچکس، آهنگسازی هیچکس و چکاو وک. چکاوک اسمش از چکاوک میاد فکر کنم، پرندهی که میخونه چکاو، اسم خشنگیه. ببینید اسمش هم کوتاه هم به یه چیزی ربط داره. اسمای جدید خیلی اسمای چیزیه، به خیلی آشنا. یه اسمایی میزن اصلا نمیتونی بخونی اسم رو. از سخن کوتاه کن بر ریاکشن بیافزا. یعنی چی نمیشه دو قایقار هل زبون بند اومده و باجه های قفت میشه عاشقان جنگیر عاشقان کشت میشه عاشقان جنگید عاشقان کشت. بچه ها کاور رو که دیگه راجعش صحبت کردیم، بریم تکستش رو که این زیر هست داشته باشیم دیگه. ها میگه یعنی چی نمیشه داد قایقار هل زبون بند اومده و واژه ها قفل، زبونا بند اومده، خیلی ها حرف نمیزنن. میشه عاشقانه جنگید و عاشقانه کشت، یعنی یکی رو بزنی شتک کنی به عشق آزادی، یعنی کار اشتباهی نیست. خیلی دیدگاهش رو دوست دارم، میتونی این کار رو بکنی. شعرش رو این بر بیارم بریم ادامه رو داشته باشیم. عاشقان کشت، عاشقان ایستاد، عاشقان مرد، من تنها دنیا که رو به روم چشت تو چشت، دلام لرز نمیمونه خش رو خش، زیر چار چوب آقای امشی ولی اونا را مشکونم از تعجب نمیمونه پک پک. میگه زیر چارچوب ها قایم شین. چارچوب های شاید اسلامی رو داره میگه. من تنها و دنیا که رو به روم چشت تو چشت، دلامی لرز نمیمونه خشت رو خشت. همون خشت شاید اسارت رو میگه، ولی اونا رو هم میشکونم تعجب نمیمونه پلک رو پلک. چشوا میشه پلک رو پلک، ترس از جنگ برای آزادی مثل تاریکی محض، ترس مشعله همه فکر. چقدر خوب، ترس از جنگ برای آزادی مثل تاریکی محض و ترس از مشعله. فکر کن الان تو تاریکی محضیم، بعد از جنگ میترسیم. خب جنگ حکم اون مشعل است، مشعل رو روشن کن تموم میشه، جنگ کن آزاد شو تاریکی تموم بشه. و دیدگاهشو خیلی هستم دیدگاه هیچ کس، و برعکس آقای رضا پهلوی که میگه ما سلام ندازیم، مهربون باشید، برید همه رو بوس کنید، بغل کنید مامورا رو، اصلا نجه چه کاریه. بعد راجع به همین مسائل میخواستم صحبت کنم.
حالا امشب لایو میذارم که لایورم سیو نمی کنم. اومدی دیدی دیدی ندیدی سیو نمیشه. آیا رضا پهلوی چند تا باگ ازش زده بیرون. من متاسفانه تو این یک سال اخیر خیلی حمایت کردم و الان تازه میفهمم چرا بهرام ازش حمایت نکرد که من وکالت میدم که من کسخل فاز اون وکالت رو گرفته بودم. متاسفم پوزش میتلم. امشب خیلی چیزا رو توضیح میدم. یه چند تا باگ ازش زده بیرون دیگه. یکی همین مسالمت آمیز بودن شدیده دیگه. این همه دارن جواب میکشن. مهربون باشید با مامورا، بوسشون کنه، بهشون گل بدید. امشب میخوام پاره یاد دانش کنم، تو لایف شرکت کنید. مشعله همه فکر رفتن رد پای عشقا روی تپای مخم رفت اونجا. اصلا دیگه در اومدم چون چند تا باگ ازش، چند تا داستان ازش کشیدم بیرون، مخم داره گاییده میشه، اصلا هرس دارم میخورم. رکب خوردیم، همون رکبی که خمینی اون سال زد، مردم و گول زد، منم خوردم الان. ولی باز امید دارم که اتفاقات خوب بیفته، چون رستاخیز نزدیکه، بخوایم نخوایم اتفاقات خوب میفته و پته ها همه میاد رو آب. آره اینجوریه، مطمئن باشید. نمیشه بله اونا رو میکنشون تجاوب، ترس از جنگ، همه فکر رفتنن. ببینم تاریکی محض ترس مشعله همه فکر رفتن رد پای عشقا روی تپای گونه ها و مرگشون کنار مرز لبخند خودت بتکونی ابتدای جاد دست خود بتکونی چقدر خوب میکنی خودت بتکونی خودت بتکونی بتکونی ابتدای جاد دست کی گفته این جنگ عادلان است بیا بسی بلندترین صدای عالم. واقعا این جنگ عادلانه نیست، پس یه خورده باید حقمون رو، وقتی عدالتی نیست عدالت رو خودت باید برقرار کنی. دنبال این نباش که آمریکا بیاد و همه چی اوکی کنه، اسرائیل بیاد مملکت رو بگیره بده به ما، بگه بفرمایید این مال شما، ما اصلا نه نیاز به منابع شما داریم، چی نداریم، این مال خودتون. کسخل اسرائیل و امریکا کسخله که بیاد میلیون میلیون دلار هزینه بکنه که کشور رو آزاد کنه برای اینکه بده مملکت رو دست ما، حالش رو ببریم. اینقدر خره. خیلی منتظرن آمریکا بیاد اسرائیل بزنه، بلکه فلان بشه. خودمون هر کاری کردیم خودمون کردیم، نکردیم هم میرسه به روزی که قحطی بیاد، میرسه به روزی که تو حسرت یه لقمه نون داشته باشی، حسرت آرامش داشته باشی که بری تو خیابون راحت قدم بزنی تو محلت. چینیا قراره بیان. امشب خیلی حرف دارم براتون، اینجا نمیخوام بگم، بریم به ریاکشن بپردازیم. تو بلندترین صدای عالم چشات وا کنین جای جای تازه است. اگه با آتیش وقت نمیخندن، اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی با آده میگردن اشکال نداره همه نمیفهمن. دری لای لای لام برای ندم دام رنین نری رم نری رم نام. ملودش خوبه ولی یه نمه آشناس باسم، یه ندر یه نم دان ردی رای رای ندی رای رای ندی رای رای ندی رای. ولی قشنگه، خوبه خوبه، همین که تونسته پاپ بخونه، ملودیک بخونه بدون اینکه فالش بشه عالیه. اگه با دیش وقت نمیخندن، اگه حرفاتو هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی با آد نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن. واقعا اگر تنهایی با آد نمیگردن من اینجوریم بچه ها این روزها. چرا هیچکی با من نمیگرده؟ چون همش دغدغم آزادی. همه مثلا پیش چند وقت پیش رفته بودم پیش این بعدم یه چیزایی یه خود درد دل کنم براتون. رفته بودیم توی جمعی نشسته بودیم، دوستایی بودن، بعد دغدغه ها همه این بود که آی بریم نمیدونم تعطیلات فلان، آی اینجوری اون دیسکوه چی، اون این تیشرت رو حاجی، این کتونیه حاجی فلان، او این اصلا هیچکی دغدغش آزادی نبود. و من دهم وا کردم، شروع کردم تلخی کردن. حرفا تلخه دیگه، وقتی که شرایط تخمی، اصلا وقتی که دلار 65000 تومنه، وقتی که دختر 7 ساله رو افغان ها میگیرن میکشن، تجاوز ما نصف میکنن، 1001 بلا سرش آوردن و نیروی انتظامی درگیر اینه که موی تو اومده بیرون یا نیومده بیرون، این همه داره جنایت میشه، این همه داره اختلاس میشه، این همه اعتیاد، این همه مواد فروش، این همه داستان درگیر مود، این موش افتاد بیرون، کسکش برو موزلات اصلی جامعه رو حل کن، نه این داستان مو رو.
تلخم دیگه، خیلی تلخم. تو هر جمعی میرم تلخم. میگه اگه باهات هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفتو هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی و باهات نمیگردن، اشکال نداره، همه نمیفهمن. شاید من نمیفهمم، شاید من کسخلم، اونا دارن درست زندگی میکنن، چه میدونم. فکر میکنم بعضی وقتا فکر میکنم نکنه بدون تو کسخلی، نکنه درستش اونه، نکنه تو داری اشتباه میزنی. خیلی وقتا این موضوع میاد تو ذهنم که بابا شاید اصلا انسان بودن این نیستش که تو خار خر خودتو بگایی واسه سیاست. مثل مولانا، در دوران مولانا هم مشکلات سیاسی بود، ولی تو شعرهای مولانا یه خط نمیبینی که بیاد به سیاست گیر بده، دنبال عشق و حال و فلان و اینا باده و حالا عرفان خودش بود، کار به اخبار و موضوعات سیاسی نداشت، اجتماعی نداشت. شاید اون درسته، نمیدونم. ولی اگر من کاری نکنم، هیچی نه، همه بریم دنبال اشغال و حالا نه اشغال، بریم دنبال خودشناسی و بیخیال وضعیت جامعه بشیم، اونم آیا درسته؟ نمیدونم، شاید اون درسته، نمیدونم. خدا آگاهی بده. زدم ریدم توش. اشغال نداره، همه نمیفهم. یعنی چی نمیشه میزنم آسمون رو زمین بریزه، این کار تا وقتی تموم نکنه که خون نمیره، میزنم لب تیغم لب دشمن یه بوسه بچینه. میزنم لب تیغم از لب دشمن یه بوسه بچینه. آفرین، این درسته. واقعا نمیشه با گرگی که حمله کرده تو رو بدره بشینی منطقی صاحب. عزیزم نکنی تربیت نداری، با بزنی ننش رو بگایی داره میاد که بغ پارت کنه، سنگی چیزی از چی گیر آوردی بزن، بگردن تو اب به این میری. من اینا هستم، این که مسالمت آمیز باشید، مسالمت آمیز، اعتراض مسالمت آمیز تا زمانی معنا و مفهوم داره که طرف مقابل تو رو نکشه، نزنه. تو بری اعتراض کنی آقا کیرم دهنت این وضعیت تخمی، اونم بگه باشه حالا بفرمایید خونه ما رسیدگی میکنیم، این میشه یه اعتراض متسلمت آمیز. وقتی که میزنه داره کسننه ها خواهی ندارن جواب اسرائیل رو بدن. الان چند هفته است؟ یکی دو هفته است سفارتشون رو زدن. نه، باید صبورانه عمل کنیم. کسکش بیخای اقتدارتون رو گایدم کسننه ها. ما موشک داریم، ما اگر نباشیم حمله میشه به کشور، حمله شده دیگه. الان اسرائیل حمله نکرده، خاک ایرانو زده. وقتی که سفارتو میزنن یعنی خاک ایرانو زدن، فرقی نمیکنه تهرانو بزنی یا سفارت ایرانو توی هر کشوری بزنی، به خاک ایران حمله کردی. حسین چرا جواب نمیدی؟ حروم زاده این بسیجیایی که جن خودشون، ما اقتدار، موشک، فلان فلان، اینتر میلان. حسین کو بوسه بچینه تو هم بدو شایه رو ببینی همه شدن قریبه هرچی که دست. وای چی گفت؟ یه خود بکشم، من مذارت میخوام، پوزش میترم. الان چند وقت خواب و خوراکم درست حسابی نیست اصلا. حالی شرایط دلار 65,000 تومن کسننه ها. بعد خیلی ها میگن به تو چه خب، تو اونور داری اشغال میکنی. کاش اینطور بود، کاش واقعا میتونستم اشغال کنم مثل همه، کاش منم مثل بقیه بودم. تو هم بدو شایه رو ببینی همه شدن قریبه هرچی که دست میزنی، به تنهایی شبیه شک توی کمینه، به خود برسنگ خود واقعیت جای دیگه توی قرینه اول، یه جای قرینه خود واقعیت کجاست؟ یه خود بکشم عقب دوباره. شایه رو ببینی همه شدن قریبه هرچی که دست میزنی، به تنهایی شبیه شک توی کمینه، به خود برسنگ خود واقعی که جای دیگه است توی قرینه. آره خود واقعی شد جای دیگه است. اولمی دیوانگی بود که عاقلانه بود، باز قاطعانه ایستاد. راجب بیت بخوام بگم، یه صدای سوتی الان اومد، اون صدای سوته یهو همه چیز رو واسه من ریسیت کرد. این صدای سوتو گوش بده. دیوانگی بود که عاقلانه بود، باز دیدی وه، یه همچین نوتیه وه، سوت نه سوت انسان ها، یه صدای نازک. این صدا رو گوش بده. دیوانگی بود که عاقلانه بود، باز دیدی خیلی خوب بود. ایستاد قاطعانمون زندان و جنگ نابرابر، القای زنجیر، حاله های نور، نامی
میدی روانت نشونه میره بدون میوه بدون ریشه کنده که منتظره بسوس سینه قبطه ای که تو گلو نمیره. ولی واه چی میگی؟ چی میگی کنده ای که بسوزه چی؟ بدون میوه بدون ریشه یه کنده که منتظره بسوز سینه دود از کنده بلند میشه قبطه ای که تو گلو نمیره. تحمل کن فقط یه روز دیگه، تحمل کن فقط یه روز دیگه. اگه با آتیش وقت نمیخندن، اگه حرفات هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی با آدم یردن اشکال نداره همه نمیفهمن. اگه با آتیش وقت نمیخندن، کاش یه فاصله. اگه هیچ وقت با نمیخندن، اگه هیچ وقت با نمیخندن، داری بری بابا داری بری بابا بابا. یعنی فاصلهش میفته دفعه دومی که میداره میگه اگه داری ردی ردتا فاصله داری ردی ردی ردتا فاصلهش میوه خیلی خوب میشد. بله خب حالا اینم اوکیه. حرفات هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی با نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن. یعنی چی نمیشه کاری میکنی ببینی شو دفعه آخر رو بزنه بمیری سو دستی که دست به دامنه نمیشه مش برانداز به هر کسی که نمیشه گفت دستی که به دست به دامنه نمیشه مشت. الان همین ما دست به دامنه رضا شدیم، رضا بیاد ما رو نجات بده دیگه مشت نمیتونیم بکنیم. تا قبل از اون خودم امشب حرفای زیادی دارم راجع به آی پهلویکس. با این کاری که دارم میکنم خودمو دارم تو خطر میندازم. یعنی اگر که نه حکومت ایران عوض بشه برز و پهلویات باز من دیگه نمیتونم با حرفایی که امشب میخوام بزنم بازم نمیتونم برگردم ایران. خواهش میکنم من میزنم دیگه چیکار کنم، هیچ وقت دهنه بسته نمیمونه. اراده آهنیمون نمیشه زو حتی اگه آسمون آتش بگیره بگیره گود بریز سور براده هامون نمیشه شد. من وایسادم منو نمیشه کش، منمو راه منمو مقصد منمو باد منمو مشعل منمو چه فلوی چقدر این فلوها رو دوستم. دری بی با بیری با 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 سکوت عربی را دری بی در در سکوت این خیلی حالینه در همش دبی دبی دو داره دی دی دب دو بادا خیلی حال میده. یه جا همین حال میده دری بیدا دیدا دد دیدا درا در بیدا و دد درا. سکوت هایی که حالا ضد ضرب باشه ضرب باشه یک ضرب باشه دو ضرب باشه خیلی جذابه. این یه تیکه فلوش به نظرم بهترین قسمت فلوش بود از نظر من. منو نمیشه کش، منم راه منم مقصد منم باد منم مشعل منم خاک منم نبزم. ولی من اگه تو نباشی منم سنگر، تو اگه نباشی منم سنگر. یعنی اگر هم سنگرم نباشی کنارم نباشی من هستم، من تنها میرم جلو، میخوای بیا میخوای نیا من مسیر مشخصه. زانو میزنم رو زمین سر ده میبنم دشمن بمیره بریز عشق. این صداها رو شاید یه آکورد ای پیانو گرفت. درام درام چه بیت خوبی زدید، چه بیت خوبی زدید، آفرین. زانو میزنم رو زمین سر ده میبنم دشمن بمیره بریز عشق زر نوشت و میگیرم تو مش بروم. گوش میدی متوجه میشی؟ حالا بریم ببینیم ببینیم پدر چی گفته. سنگر زانو میزنم رو زمین سر درد میبنم دشمن بمیره بریز عشق زر نوشت و میگیرم تو مشت بگیره در دست یه ایران و شونم تو بمیرم تش تش بمیرم تش دست یه ایران و شونم تا بمیرم تش. اگه با آتیش وقت نمیخندن، اگه حرفات هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی با آدم گردن اشکال نداره همه نمیفهمن. بعد میکس و مستر هم میکس و مستر به حقه خوب داره کار صدا میده. بخوام صادقانه نظر بدم بی تو به کار مهدیار نمیرسه صادقانه، ولی خوبه خوبه خوب داره صدا میده اوکیه. مهم اینه که این کار وکال خوب ملودیک خونده، یعنی قسمت های پررنگ کار رو بخوایم ببینیم قویه کار رو بخوایم ببینیم. فلو خوب بود، فلوهای خوبی شنیدم تویش، مثلا اون فلوها رو خیلی دوست داشتم من. حالا بریم جلوتر ببینیم تموم شه. هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفات هیچ وقت نمیفهمن، اگه تنهایی باد نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن. اگه باد هیچ وقت نمیخندن، اگه حرفات هیچ وقت نمیفهمن. کیک میکو گره خیلی از صدار گرفت، صدای بهم فقط اسنر
میفهمن اگه تنهایی و باده میگردن اشکال نداره همه نمیفهمن اگه باده قشنگ وقتی داره میخونه قیام انگار اینجا داره میخونه همه نمیفهمن جان جهانه پدر کارش درسته قبولش دارم امیدوارم این دیگه گوزو عذاب در نیاد فعلا که اندک انسان ها و انگشت شمار افرادی هستن که واقعا کارشون درسته میتونم بگم چونشون گاهی نیست هیچ کسی که از اوناست هیچ وقت نمیخندن اگه حرفات هیچ وقت نمیفهمن اگه تنهایی و باد نمیگردن اشکال نداره همه نمیفهمن کار خوبی بود مرسی از پدر هیچکس و آقای چکاو چکاوک چکاو اسمش قشنگه هیچکس هیچکس نمیشه والا 47 کاه بچه ها فالوش بکنید سابسکرایبش بکنید لینکش توی دیسکریپشن هست امشب لایو رو شرکت بکنید نمیدونم ساعت 9 10 اینطورا میام واسه لایو چقدر طول بکشه حرفام یه ساعت دو ساعت بیایم اونجا گپ و گفت بزنیم یه سری چیزا رو بهتون بگم میدونم برای خودم کیره خر میشه دارم برای خودم کیره خر میتراشم ولی نگم خیانت کردم بگم کونم پاره است و من کونپاره ایو انتخاب میکنم همیشه دوستتون دارم قدن یه دارم